برنامه خدا و سلام بر شما بیننده سرنوشت به گونه زنده از نور هستید. پاکستان دیگر فرصت ناز کردن را ندارد. حرف اشتراک کننده های ششمین دور گفتگوهای امنیتی در هرات. در ششمین دور گفتگوهای امنیتی که هرات که نماینده های بیش از 15 کشور جهان در آن شرکت کرده بودند، گفته شد که پاکستان نباید بیشتر از این ناز کند و ناز این کشور دیگر نه برای افغانستان و نه برای جهان خرید دارد. این نشست با ابتکار دفتر مطالعات راهبردی افغانستان در شهر هرات برگزار شد. گردهمایی و توافق بر سر مسائل امنیتی با نگاه به آینده منطقه هدف اساسی گفتگوهای امنیتی در هرات بود. وزیر امور داخله نیز در پایان نشست روز گذشته هرات گفته است که بحث ناامنی در افغانستان و تروریسم تنها ایالات متحده آمریکا و ناتو افغانستان را در بر نمیگیرد، بلکه تمامی کشورهای منطقه شامل این بحث هستند و باید با حکومت افغانستان در زمینه مبارزه جدی با تروریسم این کشورها همکاری کنند. همزمان با این نشست امنیتی در هرات برگزار شد، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور اشرف غنی نیز در نشست خبری در کابل گفت که دلیل اصلی دوام بحران و ناامنی و منازعه در افغانستان مثلث مواد مخدر، اقتصاد جرمی و تروریسم است که تمامی کشورهای منطقه یا به نحوی با آن در تماسند و یا متضرر از این مثلث شوم. افغانستان تلاش دارد تا پای کشورهای منطقه را در مورد تروریسم در افغانستان بکشاند، اما کشورهای منطقه به استثنای پاکستان که حامی اصلی تروریسم از طرف افغانستان و در این مدت سالهای پسین توسط کشورهای جهان به عنوان حامی اصلی تروریسم شناخته شده است، ظاهرا تمامی کشورهای دیگر تمایل دارند در کنار افغانستان علیه تروریسم بایستند. افغانستان دور ششم گفتگوهای امنیتی را در هرات برگزار کرد. ابتکار این نشست را افغانستان دارد. آیا افغانستان میتونه این نشست ها را دوام بده و این نشست ها امنیت افغانستان و منطقه را تضمین کنه در آینده نچندان دور؟ این موضوع را بحث میکنیم با حضور مهمانانمون در این برنامه، آقای عبدالظاهر سالنگی عضو شورای ولایتی پروان و همچنان مشاور ارشد در ریاست اجرایی و سید جمال خورشید کارشناس روابط بین الملل. مهمانان گرامی، با بس خیلی خوش آمدید. آقای خورشید، با شما آغاز میکنیم. دور ششم گفتگوهای امنیتی در هرات به ابتکار دفتر مطالعات استراتژیک افغانستان برگزار شد. فکر میکنید این نشست ها چقدر برای افغانستان مهم است، از این جهت که همیشه هم مردم افغانستان گفتن و هم حکومتداران افغانستان و هم سیاستمداران در افغانستان که ابتکار نشست های صلح و امنیتی در افغانستان باید در اختیار خود افغان ها باشه، چقدر از اهمیت بالای برخوردار است این نشست ها؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام احترام دارم خدمت شما و کلیسای معظم شریک در بحث کنیم بینندگان خوبی برنامه شما. ما در آغاز میخوام بحث را با یک پیشینه تاریخی از نوعیت و ماهیت و محتوای چنین نشست های بین المللی که در خصوص باب تامین امنیت در افغانستان از 2001 2002 تا 2017 برگزار شده است، چی در جغرافیای به نام افغانستان، چی در کشورهای منطقه و چی در کشورهایی که در محیط بین الملل متحد استراتژیک واقع افغانستان خود میدانم، ما از 2002 به این طرف ما شاهد کنفرانس ها و نشست های کلان بین المللی که از نشست توکیو گرفته تا نشست برلین، نشست پاریس، شیکاگو، نشست فرانسه اول و دوم و نشست بروکسل که در 2015 برگزار شد و حال هم نشست ششمین نشست گفتگوهای امنیتی که در هرات در واقع به میزبانی کشور افغانستان در خصوص ایجاد تفاهم در فضای صلح و گفتگو بین کشورهای منطقه برگزار شده است، ما تا حال شاهد بودیم و در واقع تبعات و برآیندهای بیشتری هم همراه داشتیم که اگر واقعا از چنین نشست ها که ما بدون شک چنین نشست های بین المللی در باب هموارسازی فضای گفتگوی صلح بین افغانستان و کشورهای منطقه و بین افغانستان و کشورهای صحنه و نظام محیط بین الملل در ماهیت در نفس و در واقع در فطرت خودش یک حرکت و یک گام کاملا مبارک و نیک است. اگر واقعا افغانستان تا حال میتونست از فضای حاکم بر محیط بین المللی یک استفاده بهتر، یک استفاده معقول آقای خورشید، با شناخت این تفاوت که نشست گفتگوهای امنیتی در هرات را مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان که یک نهاد خصوصی است برگزار میکنه، یک تفاوت کلی با نشست هایی که در کشورهایی که شما نام گرفتین وجود داره، نه از طرف حکومت افغانستان به نوع حکومت افغانستان داخل بودن، اینجا یک نهاد خصوصی آمده جمعی از اندیشمندان حوزه سیاست و همچنان کسانی که پژوهشگران در حوزه علوم روابط بین الملل آمدن چنین نشستی را ابتکار کردن و برگزار کردن.
خب دای شکی نیست که 6 سال است که داودی مرادیان که منحس مجری واقعی و منحس پیشبردی مسئولیت اینستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان با یک جمعی از تیوریسنا و با یک جمعی از کارشناسان حوزه سیاست خارجی چی در دستگاه دیپلماسی وزارت خارجه افغانستان مصروف ماموریت هستند و چی در اداره و چی در دانشگاه ها مصروف انجام ماموریت ها در نهادهای علمی و آکادمیک هستند. دقیقاً اینا با توجه به فضای حاکم، با توجه به جغرافیای جنگی در داخل افغانستان 6 سال است یک ابتکار کاملا اکادمیک، یک ابتکار بنیادی و یک ابتکار راهبردی را به خاطر بیرون رفتی وضعیت ناهنجار افغانستان برام میندازم در ولایت هرات که دقیقاً اینا طرحهای برنامه طرحهای اصلاحی خود دارن، برنامه اصلاحی خود دارن و شما هم شاهد هستین که ما از سال 90 91 به این طرف ما شاهد 6 مجلس کلان یا نشست گفتگو امنیتی در هرات شاهد هستیم که بدون شک اینا مثلا گفتگوهای خود می داشته باشند در یک فضای کاملا خودمانی، یک فضای کاملا دوستانه. وقتی که میان قضایای داخلی افغانستان به بررسی گرفته میشن، مشکل داخلی افغانستان تعریف میشن، ما بالاخره ما ناراحتی هایی که حکومت افغانستان داره یا مثلا ناهنجاری ها و بالاخره همون تقابل و تعارض و در واقع یعنی در تقابل قرار گرفتن منافع افغانستان با کشورهای منطقه مورد بحث و بررسی قرار گرفته میشن، اینا بدون شک ظاهرا خیلی مبارک و خوبی بوده، یک اقدام کاملا به جای بوده، اما در ماهیت که بیاین در کلیت بیاین فضای جنگی افغانستان تغییر کنه و فضای دیپلماسی افغانستان تغییر کنه، بتونه کشورهای منطقه با افغانستان متحد واقعی و متحد استراتژیک 20 ساله 30 ساله تا 50 ساله خود بدونن، برعکس میشه و هیچ نشست ها تبعات و برایان مثلا اون قابل قبول و معقول که مردم افغانستان و دولت مردان افغانستان می داشته باشه نداره. سپاسگزارم آقای سالنگی، نگاه شما به چنین نشست های چی است؟ حکومت افغانستان بارها نشست های را خودش شخصا میزبانی کرده و کشورهای هم در همکاری با حکومت افغانستان نشست های را در زمینه آوردن صلح در افغانستان برگزار کردند و میزبانی کردند، اما این نشست ها در 16 سال گذشته نتیجه آنچنانی که مردم افغانستان انتظار داشتن نداشته. فکر میکنید نشست های این چنینی که توسط نهادهای علمی و اکادمیک برگزار میشه و مشخصا آدم های اصلا که از توانایی بالای علمی در این زمینه برخوردار هستن چقدر میتونه امیدوار کننده باشه؟ سلام به شما، سلام به استاد نهایت عزیز و تمام ملت غیور و با عزت و با افتخار افغانستان. اولتر از همه خدمت شما عرض شود که در حیاتی را که ما زندگی میکنیم برای افغانستان و قبلش نمیریم، ما همیشه در قبال افغانستان در بیرون از افغانستان تصمیم گرفتیم و به یقین کامل در داخل افغانستان با جامعه افغانستان، با مردم افغانستان و با جو روز فضای سیاسی افغانستان سازگار نبوده، مشکلات خود داشته. نمونه از این را میگویم که حکومت موقت در پاکستان آمدن از بعد از سقوط حکومت دکتر نجیب، آمدن حضرت صبغت الله مجددی، بعد از اون ما انتظاری که مردم افغانستان داشت چیزی رو ما به دست نداشتیم و هنوز هم با مشکلات گوناگون در تا فصل آمدن حکومت آقای کرزی با این فصل دامنه مشکلات سرازیر شد، چون حکومت در پاکستان تشکیل شد از جا به جور و فضای افغانستان و با دید مردم افغانستان بیشتر سازگاری نداشت و ما دامنگیر یک مشکلات کلان و عظیم شدیم. بعد از او ما حکومت را که دربان به نام حکومت موقت یا حکومت انتقالی دربان سران کشورهای منطقه سیاسونی افغانستان رفتن و در اوجه تصمیم گرفتن و حکومتی را داخل افغانستان وارد کردن، در نفس خوبی های خود داشت، اما در کل به تمام جور و فضای سیاسی و نظامی افغانستان سازگار نبود و عملا تصمیم گرفتن پروسه به نام دایاک و دیار تمام دیهات و خریجات افغانستان خالی کردن، کسایی که برای آزادی و استقلال افغانستان میرسمیدن اینا را همه ایشان سلاحایشان جمع کردن به دیپوهای ناکام وزارت دفاع ملی و ساحات بر دشمن خالی ساختن که امروز ما و شما میبینیم دشمن از هر گوشه و کنار افغانستان از خالیگاه ها استفاده کرد و مردم ما امروز خون میتن. علی نتیجتاً شما باور تو برای نست چه این نتیجه خوب میتونه داشته باشه؟ اما ما فکر دید و مایی است که شخصیت های سیاسی افغانستان، دانشمندای افغانستان در داخل افغانستان
چون این تصامیمی را میگیره که شرک های بین المللی هم در این تصامیم شریک هستند و حضور داشته می باشند، یک خوبی اساس شمی است. خوبی دیگه است که این نشست ها از طرف یک نهاد خصوصی افغانی و ملی برگزار میشه که به اساس کدام چوکات و زمانبندی و یا اساس گذاری کدام کشور منطقه و یا حکومت افغانستان اساسش گذاشته نمیشه. در حقیقت فرزندای دلسوز افغانستان و سیاسیون افغانستان در داخل افغانستان تصمیم میگیرن از کشورهای منطقه که نیت خیر در قبال افغانستان دارن، اینا را دعوت میکنن، از حکومت افغانستان دعوت میکنن و صدای صلح‌خواهی افغانستان و پیام مشکلات کشورهای بیرونی که در داخل افغانستان میآیه این به زبان باز و به بین گشاده و با یک روح آزادی خواهی بیان میشه. ما فکر میکنم که گام بسیار زیاد مثبت، ارزنده و حیاتی است در حیات افغانستان. با آن هم که امروز در شرایط جنگی ما و شما شاید یک تحول نیستیم، اما در حقیقت یک راهکار ساختیم و به یک طرف هدف میریم و به دنیا و جهان هم نشان میدیم که ما هم مردان توانمند و شخصیت های توانا و دانشمندان را داریم که گام هایی را در ساخت و ساز صلح در افغانستان یا راهکار صلح یا خط صلح صلح در داخل افغانستان. شما فکر میکنید متحدین افغانستان کسانی کشورهایی که افغانستان در این 16 سال گذشته و در حال حاضر هم در کنارش هستن کمک میکنند، از جمله ایالات متحده آمریکا، چقدر خوشبین چنین نشست هایند یا در واقع به عبارت دیگر چقدر این نشست ها استقبال میکنند؟ ما دو حرف داریم. ایالات متحده آمریکا به اساس توافقنامه امنیتی یا پیمان BSA شریک سیاسی و نظامی در قضایای افغانستان هستند. اگر اینا صلح بر کشور خودشان، صلح برای افغانستان، صلح بر منطقه و صلح بر جنوب آسیا میخواهند، باید مردم افغانستان و چنین نشست ها را، چنین مجالس را باید حمایت سیاسی و حمایت همه جانبه بکنند. ما به معنای زیتا به وقتی که ما به زبان خود افغان ها در داخل افغانستان صحبت نکنیم، ارانچی که از کشورهای بیرونی به ما کاپی شود و در داخل افغانستان بیای انتقال شود و تطبیق شود، مشکلات خود داشته می باشد. بله، سپاسگزارم از شما. آقای خورشید، کسانی که در این نشست شرکت کرده بودند و در واقع ابتکار میزبانی نشست را داشتند، باورشان بر این است که نه تنها افغانستان که بلکه منطقه در 200 سال گذشته نتانسته چنین یک نشست های را برگزار بکنه و میزبانی کنه، یکی از این کشورهایی که در منطقه است و منطقه هم در این 200 سال گذشته زخم های بسیار دیده، از هر جهتی زخم خورده. پیش از جنگ دوم جهانی اتحادیه اروپا نمونه چنین وضعیتی بود که فعلا در منطقه افغانستان و کشورهایی که در پیرامون افغانستان قرار دارند. نشست مونیخ وقتی برگزار شد پس از جنگ دوم جهانی، اروپا را به یک سمت دیگری حرکت داد. این نشست ها که حکومت افغانستان و کسانی که نشست را با این امیدواری برگزار کردن، میتواند چنین یک دریچه را باز کنه که کشورهای منطقه متحد شوند تا در کنار یک دیگر بیستند، تا در برابر هم دیگر؟ خب دقیقا اگر تاریخ سیاسی و معاصر دنیا و جهان بشریت مورد مطالعه قرار بگیره، تمام تحولات و تمام نزاعها و کشمکش ها و تنش ها بین ملت ها بالاخره زمینه تفاهم و زمینه برخورد و زمینه مثلا تعامل بین تمدن ها، بین بشریت و بین ملت ها را فراهم ساختم. و از طرف دیگر جنگ اول و دوم جهانی را که شما مورد مطالعه قرار دادین، تشکیل اتحادیه اروپا، تشکیل سازمان ملل متحد قبل از اون به نام جامعه بین الملل، در واقع این نوع تعامل و این نوع برخورد ها باعث میشه که هر ملت بر مبنای تامین منافع واقعی خودش در جغرافیای مربوط به خودش در صحنه و محیط و نظام بین ملل یک هویت واقعی را تعریف بکنم. و چنین نشست های موجب از این میشه که حالا که افغانستان میزبان ششمین نشست گفتگوهای امنیتی در هرات برگزار میکنم، در واقع برای کشورهای منطقه و برای جهانیان به اثبات میرسونه، قسمی که وکیل هم یک بخشی از سخنان اشاره کردن که حالا ما توانایی مدیریت نظام سیاسی و قدرت اداری در داخل افغانستان را داریم، ما دارای یک چارچوب مدون و منظم در دستگاه دیپلماسی در امر
برقراری رابطه های دیپلماتیک و سیاسی و تجارتی با کشورهای منطقه و دنیا داریم. افغانستان میتونه یک استراتژی و یک راهبرد کلان را در امر مبارزه با تروریسم، در امر مبارزه با فساد اداری، در امر برقراری رابطه های دیپلماتیک و سیاسی و در واقع در امر تعامل یا برخورد دوستانه با کشورهای منطقه داشته باشم. این میتونه مثلا برای و در واقع در فضای برگزاری چنین مجلس ها این پیامی را برسانه. اما بحث ناامنی داخل افغانستان و بحث حاکمیت و حضور فعال تروریسم و حضور فعال 25 شبکه افراطی و مخالفین مسلح دولت افغانستان، این میتونه ریشه در بسیار سیستم های کلان امنیتی دنیا داشته باشه که هم کشورهای منطقه بیشتر دستشان داخل است و هم کشورهایی که در صحنه بین الملل متحد واقعی و استراتژیک امنیتی و سیاسی و اقتصادی افغانستان خود میدانند. بحث ناامنی داخل افغانستان هم میتونه یک بخش کلانش متوجه در واقع دستگاه امنیتی داخل افغانستان باشه که با چه امروز در دنیا از خلای معلوماتی و استخباراتی قرار داره. آقای خورشید، افغانستان با کشورهای منطقه اکثر تفاوت‌های داره، از جمله اینکه روحی حاکم بر جامعه افغانستان با روحی حاکم بر جوامعی که در منطقه، کشورهایی که در منطقه وجود داره متفاوت است. از یک بحث این است، یک بحث دیگر این است که افغانستان روابطش با کشورهایی که در منطقه است با جهان متفاوت است. افغانستان در عین زمانی که با ایالات متحده آمریکا پیمان راهبردی امضا کرده و با هندستان پیمان راهبردی امضا کرده، همچنان با پاکستان روابط داره، با آمریکا پیمان راهبردی امضا کرده، با جمهوری اسلامی ایران در ارتباط است و هیچ نوع تنش سیاسی میان افغانستان و ایران وجود نداره. با تاجیکستان، با کشورهای در جنوب آسیا در ارتباط است، با چین در ارتباط است و مرز مشترک داره. فکر میکنید این تفاوت ها چقدر زمینه این را میسازه؟ کشورهایی که افغانستان را کمک میکنن از چنین نشست های افغانستان را در چنین نشست های کمک نکنن؟ خب شما ببینین، وقتی که جلسه بون در واقع منحیث رهگشای واقعی و منحیث نسخه نجات دهنده بحران حاکم در شرایط گذشته افغانستان ایجاد میشه یا برگزار میشه و ما به طرف دموکراتیزیشن، به طرف دموکراسی شدن، به طرف نظام مردم سالاری داخل افغانستان میایم که کشورهای منطقه که شما نام گرفتین و ایالات متحده آمریکا، جامعه جهانی، سازمان های بین المللی، اتحادیه اروپا در خصوص دولت ملت شدن داخل افغانستان میلیارد ها دلار به مصرف رساندن. شما بخواید نخواهید بعد از 2001 به این طرف افغانستان یک سیاست ائتلافی و اتحادی را با کشورهای منطقه داشته، یعنی در واقع در دستگاه دیپلماسی، در امر سیاست خارجیش با کشورهای منطقه سیاست چند جانبه ای داشته. مثلا سیاست یک جانبه با ایران یا مشخص با هند یا با پاکستان یا با تاجیکستان مشخص نداشتن، یعنی خوشبینانه و در واقع اما بجز از اینکه متحد واقعی استراتژیکش در بازی های صحنه بین المللی، در بازی های سیاسی امروزی آمریکا و بحث جداگانه است، در خصوص کشورهای منطقه افغانستان با این تعاملی مثلا با سیاست تعامل محور با کشورهای منطقه برخورد کرده. اما ضعف کلانی را که از گذشته تا به حال متوجه یا فضای حاکم در نظام سیاسی داشته مویی است که ما نوعیت بازی، ما قاعده بازی، ما چگونگی مثلا استفاده بازی را در شرایط های حاکم، در شرایط های جنگ زده داخل افغانستان به نفع خودمون رقم بزنیم، ما مثلا با قاعده بازی سیاسی بلد نبودیم. حالا که ایران مثلا میگم ما متحد واقع افغانستان هستیم، پاکستان همچنان، هند همچنان، شورای آسیا میانه همچنان، افغانستان متاثر است در حال حاضر از سیاست هایی که ایالات متحده آمریکا در منطقه داره و وضعیت داخلی افغانستان هم متاثر از وضعیت است که در ایالات متحده آمریکا حاکم است. ایالات متحده آمریکا یک تنش سیاسی کلانی با جمهوری اسلامی ایران دارد. جمهوری اسلامی ایران یک قدرت منطقه‌ای است و تاثیرات خاصه ناخواسته در منطقه با وجود در مورد افغانستان و کشورهایی که در پیرامون افغانستان است دارد. فکر میکنید وقتی حکومت افغانستان، مردم افغانستان میخواهند که چنین نشست‌هایی را روی دست بگیرند و بیاین پای کشورهای منطقه را در موضوعات مثل تروریسم، مبارزه با مواد مخدر، بحث قاچاق مواد مخدر، اقتصاد جرمی که رئیس شورای امنیت ملی افغانستان مطرح کرده، اینها را روی دست میگیره و میخواه میزبانی میکنه، کشورها چقدر تمایل نشان خواهند داد بیان در کنار افغانستان و مبارزه مشترک را آغاز کنند؟ خب در این شکلی نیست که آمریکا با همو حاکمیت تفکری هژمونیش در بازار سیاست، در صحنه و محیط و نظام بین الملل تا حال توانسته اقتداریت خود حفظ بکنه، تا حال توانسته جایگاه و لقب کنشگر واقعی نظام و دستگاه صحنه بین الملل از آن خود بکنم و تا حال توانسته پایگاه های نظامی بیشتری در بسیار از کشورهای اسلامی، کشورهای آسیایی، کشورهای شرق آسیا، کشورهای جنوب آسیا، کشورهایی که در حوزه خلیج فارس داشته، اینا مثلا اما حوزه استعماری و حوزه دید خودش و نوع نگاه خودش با برقراری نظام دموکراسی، خصوصا نظام لیبرال دموکراسی آمریکا که برخواسته از تفکری اندیشمندان و سیاستمداران آمریکا است، بالاخره در جغرافیای متعددی بشریت این وسعت بخشیده. اما
افغانستان ای که چگونه از بازی استفاده میکنه، چگونه به نوع خودش فضا را رقم میزنه، خوی برمیگرده به تیوریسنا، به اکادمیسنا و به در واقع به دولت مردان واقع افغانستان که از جغرافی افغانستان چقدر تعریف دارن، از دوست و دشمن چقدر تعریف دارن. من میخوام بگم که نشست هایی که در باب گفتگوهای صلح با کشورهای منطقه در داخل افغانستان برگزار میشن، دقیقاً یک گام کاملا مبارک، مثبت و میتونه برآیند خوبی را داشته باشه. اما وقتی که میبینن که از چنین نشست های کشورهای منطقه همکاری بیشتری نمی داشته باشه، متحد واقعی در زبانشان نیستن، آمریکا میتونه فضای را به گونه به نوع خودش رقم بزنه، خب بهتر است که ملت افغانستان، دولت افغانستان، دستگاه امنیتی و دستگاه دفاعی و نظامی داخل افغانستان مشت واحد ایستاد شوند، در یک صف واحد قرار بگیرند، یک روحیه دشمن سده در داخل افغانستان ترویج بودند و عساکر نظامی و قوای دفاعی زمینی و هوایی داخل افغانستان مورد حمایه حاکمان وقت قرار بگیرند. خب برام به طرف مبارزه با تروریسم، حالا که یک رهبر ما با پاکستان یک دیدگاه داره، رهبر دیگری ما یک گرایش های مذهبی با ایران داره، کسی دیگه با کشور آسیای میانه داره و کسی دیگه پیدا میشه که خود رهبری مردم افغانستان میدن با آمریکا یک نگاه دوستانه داره. یعنی در تقابل قرار گرفتن، در تعارض قرار گرفتن دیدگاه ها و نگاه های یا نگرش های رهبران و مردم افغانستان و دولت افغانستان باعث شده که هر کشوری به نفع خودش با استفاده از جغرافیای جنگی و با استفاده از جغرافیای به نام افغانستان منافع خود دنبال بکنه و برام سپاسگزارم آقای سالنگی. در نشستی که در هرات در ششمین دورش برگزار شده بود گفته شد دیگه پاکستان نازش خریدار نداره و نباید اینقدر ناز کنه، به ویژه در مورد افغانستان و بالای ایالات متحده آمریکا، نازهایی که در 16 سال گذشته کرده. استراتژی جدید آمریکا در قبال افغانستان با محوریت موضوعات منطقه‌ای اعلام شد، پاکستان مخالفتی شدید کرد، اما آهسته آهسته پاکستان به بخش از خواسته‌های ایالات متحده آمریکا تن داد، از جمله رهایی دو شهروند آمریکایی که در اختیار طالبان افغانستان بودند توسط پاکستان نجات داده شده و رها شدند. فکر میکنید اگر فشارها به همین میزانی که در حال حاضر وجود داره، حداقل این فشارها در اعلامیه‌های ایالات متحده آمریکا وجود داشته، بالای پاکستان دوام پیدا کنه، نهایتا به چه نتیجه‌ای میرسن و از طرفی همین نشست‌ها دوام پیدا بکنه؟ ما پیشتر اشاره کردم که نشست‌ها در داخل افغانستان بر منافع مردم افغانستان است، به خیر و صلاح مردم افغانستان است. یکی از ویژگی های نشست هایی است که ما در داخل افغانستان مشکلات خود افغانستان ارزیابی کردیم و اگر ما این نشست در داخل پاکستان می گرفتیم یا در کشوری که میزبانی می کرد که او هم بر منافع پاکستان دیدگاه داشت، ادگاه صدای روشن، شفاف و واضح را بر پاکستان پیام دادن می تونستیم، چنان که در گذشته ها چنین شده. خوبی نشستی است که ما در داخل افغانستان مشکلات عینی افغانستان و جامعه جهانی و کشورهای منطقه یا در حضورشان در مجلس و یا از طریق مدیا و مطبوعات پیام مردم افغانستان رساندیم و این پیام بسیار روشن و خوب بود که دیگر پاکستان بالای مردم افغانستان و ایالات متحده آمریکا یا چنین کشورهای دیگر ناس و یا فرمایشی دیگر دادن میتونه. یکی از خوبی های نشست همی بود. خوبی دیگه که در این نشست بود که همزمان همیشه حکومت افغانستان، مردم افغانستان و رئیس جمهور، رئیس اجرایی جمهوری اسلامی افغانستان همیشه و همیشه صدا بلند میکرد که مکان تروریسم، لانه های تروریسم، محل تمویل و تجهیز تروریسم در پاکستان است، اما پاکستانی ها قبول نمیکردند که در همزمان با این نشست دو شهروند پاکستانی امریکایی که تقریبا با رفتنشان به پاکستان به عنوان 5 شهروند تبدیل شدند، در تاریخ بشریت ما از جفا و جنایت ثابت ساختیم که چقدر جنایتکار و جفاکار هستیم. که امروز من یکی از مقاله ها در طریق فیسبوک دیدم که شرم‌آور بود برای کشور پاکستان که هم جنایت بشری پاکستان و هم جنایت انسانی پاکستان در قبال شهروندای کشورهای بیرونی کنا از افغانستان اختطاف میشن و در پاکستان 5 سال نگهداری میشن. خوبی از طرف دیگه این نشستی بود که صدای مردم افغانستان و پیام صلحایی مردم افغانستان و پیامی را که لانه های تروریسم در پاکستان است، همزمان شهروندا آزاد شدن و از طرف دیگه یا پیامی را هم داشتن بعد برگشت در کشور خودشان که هم مورد تجاوز قرار گرفتن و هم دیگه. آقای سالنگی ببین در این مورد هم بحث کردیم، در نشست هرات هم این موضوع بحث شد، وقتی بس از تروریسم در افغانستان به میان می آید کشورهای منطقه جمله روسیه و کشورهایی که در متحدین روسیه در منطقه هستند
همه بار ملامتی را میاندازند بر گردن ایالات متحده آمریکا و افغانستان که حضور آمریکا در اینجا را پذیرفته. مثلا نماینده روسیه چند پیش در کابل گفته بود که حدودا چند ماه پیش شورای امنیت ملی افغانستان، ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان را متهم به حمایت از گروه داعش کرده بود که این گروه را حمایت میکند تا در برابر روسیه بیسته و متحدین روسیه در منطقه، و همچنان ایالات متحده آمریکا را بارها متهم به این کردند. اما وزیر داخله افغانستان میگه وقتی بس از تروریسم میشه، تنها افغانستان و ایالات متحده آمریکا نیست که در این مورد مسئولیت داشته باشه، کشورهای منطقه همشون مسئولیت دارن، به ویژه بحث مواد مخدر زمینه افرادگرایی در منطقه را فراهم میسازه. اینها تقویت میشن با پولی که از این طریق به دست میارن. خب ما شما بیشتر میدانیم و امسال نه بلکه خداوند قهرمان ملی کشور روش شاد داشته باشه و یادش گرامی، چون همچنان شهید سال ده ها پیام و صدها پیامشان ای بود که ما در خط نخست نبرد با تروریسم بین المللی هستیم. بله، وقتی که تروریسم بین المللی گفتیم دیگه افغانستان و پاکستان و ایران و کشورهای منطقه نداره، یعنی یک گروه جنایتکار کلان است که هر جای دستش برسه و ایرانی میکنه. این یک بحث است و که به گفته های وزیر امور داخلی افغانستان. اما بحث کلان دیگه که ایالات متحده آمریکا بیشتر مسئولیت داره در قضایای افغانستان، چون پیمان امنیتی و پیمان بی اس ای را باید گفت که ایالات متحده آمریکا در افغانستان با حکومت افغانستان و مردم افغانستان اینا امضا کردن، یعنی نسبت به کشورهای منطقه بیشتر یک بار دیگه میگم که ایالات متحده آمریکا در قضایای افغانستان مسئولیت داره. اما بحث روسا و بحث ایرانی ها و بحث بعضی از کشورهای منطقه که در قبال افغانستان دید منفی دارن، اینا چند روز پیش از امروز یا چند سال پیش از امروز دست مداخله و مغرضانه‌شان و یا حتی عساکرشان در داخل افغانستان قدم میزن. ضربه محکم مردم افغانستان بلکه دندانهای اینا را تا پایهایشان شکست. 18 کشور کمونیستی استقلال و آزادی خود گرفت، دیوار بین شرق و غرب، بین آلمان و شرق و غرب دیوار برلین از هم شکست، به عنوان یک آلمان متحد اعلان شد و امروز در 18 کشور کمونیستی که تحت اداره جماهیر شوروی وقت بود، امروز همه ایشان استقلال دارن، آزادی دارن، به زبان خود صحبت میکنن و اقتصاد خودشان تنظیم میگیرن. این دل خوش روسا از افغانستان نیست از یک طرف، از طرف دیگر در رقابت های کلان بلند منطقه یا بین المللی که بین ایالات متحده آمریکا و روسا است، از طرف دیگر گاهی اوقات روسا با او نگاه و او چهره ها هم در قبال افغانستان نگاه میکنن و تصمیم میگیرن. بحث دیگه ما که از پاکستان است، از بعد تأسیس افغانستان تا امروز پاکستانی ها نیت خوب در قبال افغانستان نداشتین و ندارن امروز هم. بحث ایرانی ها هم روال افغانستان هر آن زمانی که به نفع خودشان سازگاری داشته باشه با مردم افغانستان سیاست میکنن، سیاست دو پهلو، از یک طرف در هر پهلوی که اینا منافعشان بود و او پهلو اینا چی میکنن حرکت میکنن و دیدگاه خود ترسیم میکنن. اما از همه و همه بیشتر، از همه کشورهای منطقه، از همه و همه کرده بیشتر، مسئولیت خود ما بر کشور ما به گردن ما است. یعنی ما افغان حکومت افغانستان این مسئولیت را تا حالا چقدر بدرسی انجام داده؟ به همین جا می اومدیم که ما افغان هستیم، افغانستان خانه مشترک افغان ها است، ما در که یک کشوری باید زندگی کنیم به عنوان برادر و برابر، حق مساوی داشته باشیم و ما باید مسئولیت کشور خود ما را خود به گردن بگیریم تا حد و اندازه توانی را که در توان داریم باید ما تلاش کنیم. اما وقتی که ما میبینیم که روسا هم در قبال قضیه افغانستان صدا بلند میکنن که داعش در افغانستان علیه تهدید با روسیه است، باید حکومت افغانستان و حکومت مرکزی افغانستان کمک میکنن تا حضور داعش دیگه در منطقه و در جغرافیای افغانستان نباشه. به عین شکل تمام کشورهای منطقه باز هم یک بار دیگه میگویم که مردم افغانستان است که امروز خون میته و بسا از کشورها در منطقه در آرامش زندگی میکنن. اشتباه بزرگ و عظیم کشور پاکستان میکنه که از گذشته ها تا امروز از تروریسم
تشکر و از القاعده حمایت کرده و هیچ نوع منافعی هم نگرفته. سپاسگزارم. آقای خورشید، وقتی بحث تروریسم یا مشخصا ناامنی در افغانستان و حتی در سطح منطقه به میان میاد، تنها مدارس پاکستان مقصر نیستند که تروریسم را به گونه تربیت بکنن و وارد این کشورها بکنن. وقتی تو افراطیت به عنوان یک پهلو شناخته میشه، بحث مواد مخدر، بحث اقتصاد جرمی باید به رسمیت شناخته شود. حکومت افغانستان تعهد کرده که در امر مبارزه با تروریسم گام های بلند و جدی تری برمی‌دارد. اولین شناختی هم در زمینه مبارزه شناختی است از تروریسم که تروریسم چی است، علت ناامنی و افزایش و دوام ناامنی در افغانستان چی بوده. فکر میکنید با این توضیحاتی که رئیس شورای امنیت ملی افغانستان دیروز روز گذشته در روز پنجشنبه یک شناختی حکومت افغانستان به یک شناختی از ناامنی ها در افغانستان دست پیدا بکرده، یک مثلثی را که حکومت افغانستان ارائه کرده. شما ببینین از 2001 به این طرف که وقتی ما به طرف نیروی مردم سالاری دموکراسی شدن و در واقع به طرف هویت شناسی اقلیت ها داخل افغانستان اومدیم، به طرف تعادل اجتماعی داخل افغانستان، به طرف سهمگیری تمام اقوام در مشارکت سیاسی در بدنه حکومت در قدرت سیاسی، آیسو ایسا بالاخره ما دستاورد های اکادمیک داشتیم و دستاورد های علمی داشتیم. منظورم این است که حالا مردم افغانستان خصوصا قشر دانشگاهی و قشر متحول و پویایی که در بحث علوم سیاسی و در دانشگاه ها مصروف فرا گرفتن علم و معرفت هستن، امروز میدونن که قضای داخل افغانستان منوط و مربوط و به کدام کشور هست و امروز چاره های واقعی که نماینده واقعی مردم افغانستان، دولت افغانستان و قدرت سیاسی حاکم بر مردم افغانستان میگیرن، اینا مثلا در ظاهر با کدام کلمات برخورد میکنن و ادبیات گفتاری از اینا چگونه برای آینده می داشته باشه و در پنهان اینا مثلا مصروف چی بازی استخباراتی و چی بازی سیاسی و چی بازی تا معامله‌گری با کشورهای منطقه و با کشورهای اروپایی و غربی هستند. حالا مردم افغانستان با تمام معنا میدونه که مشاور امنیت ملی در کدام صف قرار گرفته، رئیس جمهور در کدام لایحه قرار داره، رئیس اجرایی در کدام لایحه قرار داره، رهبران احزاب سیاسی در کدام لایحه قرار داره. یعنی با این سخنان خوشبینانه، با این سخنان امیدوار کننده برای آینده باثبات برای مردم افغانستان باشه، ما نمیتونیم یک بار دیگر مردم غافلگیر بسازیم. میگم خاک بزنیم بچه مردم افغانستان امروز با تمام معنا میدونه که اگر مشاور امنیت ملی، اگر وزارت دفاع، اگر ریاست امنیت ملی، اگر وزارت داخله، اگر مثلا فرماندهان دفاعی در ولایت های افغانستان یک استراتژی کران، یک پالیسی جنگی، یک روحی جنگی در امر مبارزه با تروریسم و شکست اقتصادی داخلی، این پالیسی و استراتژی جنگی در اختیار حکومت افغانستان نیست و تا هنوز هم ترسیم نشده. اما وقتی حکومت افغانستان میاد یک مثلث را دلیل افزایش و دوام ناامنی در افغانستان ارائه میکنه، فکر میکنید چقدر این مثلث یک به عنوان یک واقعیت وجود داره؟ مواد مخدر یک بحث بسیار جدی در منطقه است و کسانی که افراطی هستند و میآیند انتحار و انفجار را انجام میتن در برابر حکومت افغانستان حملات مسلحانه انجام میتن، از این بحث از رهگذر مواد مخدر تغذیه میشوند و اقتصاد جرمی از جنگ ناامنی به مواد مخدر اینها زندگی روزمرگیشان را در واقع تامین میکنند. فکر میکنید اینها چقدر واقعیت های ناامنی و جامعه افغانستان است؟ خب این پدیده ها و حاکمیت و حضور فعال این پدیده هایی را که شما نام گرفتید دقیقا یک پدیده ملی و مربوط به افغانستان نیست، یک پدیده منطقوی، یک پدیده جهانی بین المللی است که امروز بحث مواد مخدر، بحث قاچاق انسان و بحث فساد اداری و بحث حضور گروه های تروریستی در هر کشوری امروز به نوعی فعالیت میگیرند که از کشورهای خاور میانه گرفته تا جنوب آسیا تا افغانستان تا کشورهای آسیای میانه، حتی در کشورهای متمدن و قدرتمند اروپایی و اتحادیه اروپا که امروز مثلا حرفی از مدنیت، توسعه سیاسی، قدرت بشری و قدرت فکری میزنن، امروز مثلا دامنگیر این مشکلات هستن. اما ملت ها بیشتر میدونن که مثلا با این پدیده ها و با این امراض ها و با این ویروس ها چگونه برخورد میشه. حالا مثلثی که دولت افغانستان در امر مبارزه با تروریسم، در امر سرکوب سازی و شکست قدرت سیاسی و امنیتی و نظامی مخالفین مسلح دولت افغانستان در داخل افغانستان برای مردم و شهروندان ترسیم کردن، خب این مثلث چقدر واقعی است که برای این مثلث چقدر ما هزینه به مصرف میرسونیم، چقدر وقت مطلب میشه، ما چقدر کشت و خون داریم، ما چقدر مهاجر و آوارا. حکومت افغانستان گفته از این مثلث تنها افغانستان نیست که متضرر است، در بلند مدت حتی در حال حاضر کشورهای مثل جمهوری اسلامی ایران متضررن از ناحیه قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان از مرزهای افغانستان و مرزهای جمهوری اسلامی ایران به اروپا و کشورهای دیگری. پاکستان که عملا خودش به نحوی درگیر تروریسم است و سالانه قربانی زیادی هم از آدرس تروریسم میده، با وجودی که حامی تروریسم در منطقه هم است، و کشورهای در
آسیای مرکزی متضررن، حتی در حال حاضر چین به نحوی با گروه های افراطی در خود چین دست به گریبان است. خب بدون شک باید بیشتر هم تذکر دادم و اشاره کردم که هر کشوری به نوبه خیش دامنگیر یک سری ناهنجاری ها و ناهمواری ها و ناهمگونی های سیاسی در جغرافیای مربوط به خودش هست، اما به مصابه و به پیمانه مردم افغانستان، حکومت افغانستان و جغرافی افغانستان متضرر نیست. امروز کشورهای منطقه با افغانستان سرحدات مشترک دارن از چهار طرف، و شما ببینید که امروز با قدرتمندترین کشورهای محیط و صحنه و نظام بین الملل امروز معرفی شدن. امروز در بسیاری گفتمان ها و در بسیاری معادلات های بین المللی یک طرف قضیه محسوب میشن. امروز بحث ایران، بحث روسیه، بحث چین و اگر پاکستان با حمایت از تروریسم تانسته خودش در موقعیت بالای اقتصادی، سیاسی و امنیتی قرار بده، در گذشته چنین ظرفیت را هم داشته و به چنین جایگاهی هم رسیده خدا، پس از این باها دوام حمایت از این گروه ها چگونه خواهد بود؟ فکر نمیکنید در آینده متضرر شوند بیشتر؟ شما حتی تا تاریخ دوران جهاد افغانستان را مطالعه بکنید، وقتی که آمریکا، عربستان سعودی، بریتانیا میلیاردها دلار به خاطر مجاهدین افغانستان برای بیرون راندن و بیرون کشیدن اتحاد جماهیر شوروی در جنگ سرد داخل افغانستان از مرزهای پاکستان به مصرف رسانده، یک گزارش بین المللی هم نشون داد که 50-50 شده. 50% هزینه‌ای که آمریکا به خاطر مجاهدین افغانستان همکاری می‌کرد، پاکستان به نفع خودش می‌گرفت و به خاطر اقتداریت قدرت ملی و به خاطر ثبات منطقوی و به خاطر مثلا بالا بردن ظرفیت‌های ملی و اقتصاد خودش در محیط بین الملل، در معادلات‌های بین المللی استفاده می‌کرد. پاکستان از گروه‌های تروریستی می‌تونه در واقع می‌تونه استفاده بیشتری، سود بیشتری داشته باشه، که امروز اجناس ناچیز و اجناس بیکفایت مثلا فروشگاه یا تولیدخانه های پاکستان در بازارهای کابل و شمال افغانستان و غرب و جنوب افغانستان به مصرف برسه. از طرف دیگر جغرافی های جنگی به نام افغانستان میتونه در واقع دروازه ورود پاکستانی ها به منابع زیرزمینی، به منابع نفتی و به حالا در نهایت اگر حکومت افغانستان میخواهد چنین نشست های سود ببره و در واقع برای ثبات افغانستان کمک بگیره، از این نشست‌ها چی کارهایی را باید انجام بده؟ خب باز هم میگم که دولت افغانستان اولا که تاریخ گذشته مورد مطالعه قرار بوده، و دوم از اینکه 17 سال ما متحدین واقعی استراتژیک داشتیم، و این متحدین واقعی استراتژیک در امر مبارزه با تروریسم، با فساد اداری، با شکست گروه های تروریستی و برای ملت، برای دولت ملت سازی در داخل افغانستان، برای برقراری پایه های اصلی نظام دموکراسی و هویت شناسی داخل افغانستان، این بهتر است که یک شناخت واقعی قرار بگیره. وقتی که پاکستان دشمن اصلی مردم افغانستان است، خب بهتر است که صف مردم افغانستان و دولت افغانستان با پاکستان مشخص شود. وقتی که ایران یک متحد واقعی همسایه برای افغانستان نیست، بهتر است که از گرایش‌های مذهبی و مثلا ایدئولوژیک‌های دینی با ایران قطع نظر شود. وقتی که ما می‌فهمیم که کشورهای آسیای میانه، کشورهای آسیای مرکزی، چین، روسیه و بعضی کشورهای دیگر با ما متحد واقعی نیست، قاطعانه و هدفمندانه و سلجوقانه رفتار نمی‌کنند، خب بهتر است که ما مثلا با یک پالیسی دیگری، با یک پالیسی یا خصمانه باشه یا جنگانه باشه یا مثلا نظامیگری باشه با اونو برخورد بکنیم. از طرف دیگر وقتی ما میفهمیم که تمامی فجایع توان برخورد نظامی با پاکستان را نداره، حالا که توان برخورد نظامی با پاکستان نداره، من مطمئن هستم وقتی که دولت افغانستان هویت واقعیش در معادلات با پاکستان، در برخورد با پاکستان مشخص می‌سازم، وقتی که چهره واقعی پاکستان و دولت پاکستان برای مردم افغانستان به معرفی بگیره، یعنی تصویرش بشناسانه، من مطمئن هستم که بسیار نهادها و مراجع و منابع هستن که در این راستا با مردم افغانستان همکار باشن، با دولت افغانستان همکار باشن. دیدگاه ضد پاکستانی در حال حاضر در افغانستان حاکم است، این تلاش حکومت افغانستان است یا یک در فرایند تاریخی چنین دیدگاه شکل گرفته؟ اینمین نگاه مثبت نگرانه مردم افغانستان با ملت پاکستان کار نداریم، در خصوص با دولت پاکستان. ما شاهد هستیم که ما تلفات بیشتری متوجه ما شد، ما مثلا قربانی های بیشتری دادیم، ما زیان های بیشتری متحمل شدیم. امروز اگر فضای حاکم در داخل افغانستان ما را منجر به همسایگی پاکستان قرار نداده باشه، این همسایه ناخلف در کنار ما نباشه، دقیقاً ما ممکن از جمله یک کشوری باشیم که در سطح منطقه در معادلات طرف واقع شویم. ما بتونیم در بحث ثبات منطقه و در بحث ثبات مرزی، در بحث مثلا ارزگذاری به هویت های اقلیت ها، در بحث مثلا سهمگیری تمام اقوام افغانستان در مشارکت سیاسی و بدنه حکومت، ما میتونیم مثلا یک دیدگاه کاملا روشری به جهانیان به معرفی بگیریم. از طرف دیگر
ما تا حال یک تعریف واقعی و یک تعریف روشن از تروریسم خوب و بد که حالا میگن تروریسم خوب و بد نداره و بعضی دیگر میگن که مثلا ایران هم در پای ترویج تفکر تروریست است و روسیه هم در پای ترویج تفکر تروریست است و همه از این لانه‌های اصلی تروریستی در خاک پاکستان پرورش می‌یابد. من میخوام بگم که مشکل اصلی هم متوجه پاکستان است که در همسایگی ما قرار داره و از طرف دیگر اینمی در واقع خاک زدن و غافلگیر ساختن مردم افغانستان از طرف مجریان واقعی دستگاه سیاسی و نظام سیاسی افغانستان باعث شده که ما با قهقرا و رکود اقتصادی و ضعف سیاسی مواجه شدیم. آقای سالنگی، کشورهای منطقه و شمول افغانستان در چند دهه پسین متضرر شدند. به هر نوعی اینا متضرر شدن، از آدرس مواد مخدر، تروریسم، اقتصاد جرمی یا مسائل دیگری از این دست. هیچگاه نشست هایی را برگزار نکردند تا ریشه یابی کنند که دلیل اصلی این همه قربانی دادن در این مسیر چی بوده. حکومت افغانستان و مردم افغانستان در یک سطح بسیار بلندی قربانی این مسائل شده. پاکستان هم پس از افغانستان و کشورهای دیگر هم به نوبه در ردهای پایینتری از این بحث قرار گرفتند. حالا حکومت افغانستان، مردم افغانستان که نهاد خصوصی مشخصا چنین یک ابتکار را در دست گرفته و نشست هایی را برگزار کرده، این نشست هم با محوریت همین مسئله بود، چقدر میتونه زمینه سازی کنه تا این کشورها یک دفعه به خودشان بیان و بگن که چرا ما در چنین وضعیت قرار گرفتیم؟ خب کشورهای منطقه کسانی که امروز از ناحیه تروریسم متضرر هستند، اینا در زمان مقاومت در حضور گسترده طالب ها در کابل و ولایات بیشتر ولایات افغانستان، در او وقت هم قهرمان ملی افغانستان سر کشورها صدا زده بود که هرگاه در قبال قضایای افغانستان شما بی تفاوت بوانید، تروریسم دامن شما را در کشورتان با آتش و کشور شما در دامن شما میرسه، که چون این شد واقعی 11 سپتامبر عملیاتی را در لندن، عملات انتحاری در خط لیر مسکو، انفجار در فرانسه، این نمونه های گفته های قهرمان ملی افغانستان بود. امروز هم کشورهای منطقه به دلیل از این در قضایای افغانستان در حضور تروریسم به تفاوت خود میگیرند که یکی از مشکلات کلانشان با ایالات متحده امریکا است. حالا چنین اتفاقاتی که افتاده با مردم افغانستان هم که شما از قهرمان ملی افغانستان یاد کردین در گذشته دوباره کرده بودند، پس از این حرف افغانستان جدی گرفته شد؟ بحث ما میره میامد وقتی که امروز کشورهای منطقه سکوت اختیار کردن و جامعه جهانی هم در کنار افغانستان استاد شد که ما از کمک های جامعه جهانی اظهار سپاس قدردانی و ستایش میکنیم. در این حال چیزی را که انتظار مردم افغانستان و جامعه جهانی، مردم افغانستان و حکومت افغانستان در قبال جامعه جهانی بود، آنچنانی عمل نکردند. زمینه به این مساعد شد که تروریسم دوباره هم کشورها را نارام بسازه و هم از طرف دیگه در افغانستان هسته گذاری بکنه. پیام خوب امروز است که کشورهای منطقه، ایالات متحده آمریکا، جامعه جهانی صدا را از داخل افغانستان، از بین افغانستان، از بین سیاسیون و شخصیت‌های افغانستان، از بین دانشمندان افغانستان و حکومت افغانستان با مردم افغانستان بشنوند. انتظار دارم که با این پیام اینا بیشتر اکتیو شوند، فعال شوند، با فعالیت‌هایشان در داخل افغانستان سرعت بدهند. عبدالظاهر سالنگی از شورای ولایتی پروان و مشاور ارشد ریاست اجرایی و سید جمال خورشید کارشناسی مسائل رابطه بین الملل از حضورتان در این بحث. همچنان سپاسگزار شما بیننده های گرامی هستم که تا حالا بیننده سرنوشت با گونه زنده از نور بودید. وقت بخیر، خدا نگهدارتان.